خوب، حالا اصول قضایی. حالا فعلا تمام شده دیگه، چی دیگه؟ اصول قضایی. آقای آیت بخونید. اصل اول، اصل 142 شروع قوه قضایی است. اصل 142 قوه قضاییه. بله، اصول اقتصادی نخونید. یه چند تا هست که نیست اینطور. فعلا که اینجا چیزی در دستور کجاست؟ ما اینجا توی هست، اینجا پیش ما هم اومد اون قسمت ملی کردن صنایع که باید جداگانه اونجا. حالا اینا اونی که در دستور آماده را عرض میکنم، امضا میکنیم و میاریم به تصویب میرسیم. بفرمایید. اصل 142 قوه قضایی قوه ایست مستقل و به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و اهداف زیر است. میان دوستان، فعلا برای ادامه بحث، برای ادامه بحث اشکالی نیست. یک، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، فصل خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در اون قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند. دو، اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. سه، نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوعه. چار، کشف جرم و تعقیب به مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. پنج، اقدام متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. اسامی این آقایون اینجا نوشتن، میپرسم تذکر کی داره؟ موافق و مخالف؟ آقای خزعلی تذکر، آقای منتظری من تذکراتی، آقای فارسی تذکر، آقای مکارم تذکر، آقای یزدی تذکر، آقای طاهری خرم آبادی موافق، آقای خامنه‌ای، آقای موسوی تبریزی تذکر، آقای دکتر قائمی تذکر، آقای دکتر ضیایی تذکر به یه پیشنهاد، آقای دکتر غفوری در اون بند اول نه چی هست؟ اصل دعاوی اصلا اون چه تصویب شدی کلمه افتاده، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات اینطور نوشته. بله، بسیار خوب. رسیدگی و صدور حکم در ماره چی؟ حل و فصل دعاوی و چی؟ و رفع خصومات. بسیار خوب. آقای خزعلی تذکر، تذکر این است که عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و اهداف زیر است. اول رسیدگی، دوم اقدام، سوم نظارت. تحقق بخشیدن به رسیدگی، تحقق بخشیدن به اقدام تناسب عبارتی ندارد. یک، دوم این که هدف آقا این رو بذاریدش عهده‌دار، عهده این اهداف و عطف تبا بخشن، عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار اهداف زیر، عهده‌دار اهداف زیره. برای اونم جالب نیست. اولا که اینا اهداف نیستن، اجازه بفرمایید، اینا اهداف نیستن، اقدامات، قسطهای قسط اسلامی و اهدافی است، رسیدن مردم و اجتماع به حقوقشون و اینا راهه. لذا همه عبارت بیفته بنویسیم عهده‌دار امور زیر است، موظف به امور زیر است، نه عدالت نه اهداف، هیچ کدوم موظف به امور زیر است، رسیدگی، اقدام، نظارت، کذا. یک سوال، عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و امور زیر است، با رسیدگی جور در نمیاد، خود اونا فعل انسانه، تحقق بخشیدن نه برسید. عرض کردم عهده‌دار امور زیر، عهده‌دار امور زیر فقط همین حتف به او کنید، چون اون روز صحبت شد که ما امور زیر غیر از عدالت، نه اونا عدالت تحقق میبخشه،
از طریق امور زیرم. به چه سری دو؟ اگه حالت و امور زیرین دو تا میشه. توضیح به هر دو بزرگوار بدم. ما اون روز صحبت کردیم که برای اینکه ممکنه یک کارهای دیگری هم در آینده بر عهده امور قوه قضاییه باشه، اون رو به عنوان یک عنوان عام می‌نویسیم و اینها رو فعلا ذکر می‌کنیم. من تحقق چه موظف به امور زیر است؟ خوبه و موظف، بله، آرا ببینیم، عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت. دوام اقدام متناسب در احیاء برای احیاء عدالت. بند دو، اقدام متناسب برای احیاء. انجام امور زیر است. این کلمه به عنوانم زائده، به خوشایند نیست. قوه قضاییه قوه است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی که برای تحقق بخشیدن به عدالت عهده‌دار امور زیر. اون تو نکته که من عرض کردم این بود که ما خواستیم اگر غیر از امور زیر کار دیگری هم هست تو این عهده‌دار بیاد. بنابراین این حالا چرا اگه گفتید امور زیر است اون وقت یعنی حصر ظاهرش این کلمه به عنوان برار باید خط بخوره. حالا اگر اجازه بدید من یه چیزی آقایونم فکر کنید. چرا فکر میکنم این اصلی که این آقایان تنظیم کردن تمام این مسائل رو در بر داره، هم عباراتش خوبه هم موجزتره. این دوتا رو با یک دیگر مقایسه بکنید. این منظم است و اینجور نمیشته است. قوه قضاییه میتونه میره همه اصلاحش کنیم. قوه قضاییه مرجع تظلمات عمومی است که به منظور تمیز حقوق و قطع و فصل دعاوی و شکایات و رفع تعدیات و گسترش عدالت و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر اساس اصول و مبانی اسلامی تشکیل می شود. آقای چیزی جدیده. آقای خزری دقت بفرمایید. آقای فارسی سرفرم اینات کنید. ببینید آقا اگر این رو اجازه بدید تا حالا فعلا اونی که در دستوره بریمش جلو. آقایان عنایت کنید. اصل 142 قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان عیبی نداره. حالا صحبتتون رو بفرمایید. نه من از عبارت میگم. قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و انجام وظایف زیر است. اینجا به راحتی دیگه عهده‌دار میشه، یعنی عهده‌دار. آقای بهشتی. نه آقا، انجام وظایف زیر. وظایف یک رسیدگی، اینا میاد میشه مصداق وظیفه. تمام اینا عدالت. اجازه بدید. تمام این کار. آقای منتظری نوبتشونو بفرمایید. بله. نوبت خودتونه بفرمایید. بله. ببین شما من با چند تا چیز مخالفم. اولا که کلمه مستقل قوه ایست مستقل، ما بعد از اونی که تمام قوا رو یه مسئله رهبری داریم همه زیر نظر اون. شما بعد میگید که دادستان نمیدونم رئیس دیوان عالی کشور باید از طرف رهبر معین بشه. این مسئله مستقل ای اجازه آقا ای در مقابله اینجا ننوشته، همطور نوشته مستقل، همطور اجازه بفرمایید آقا جون، همینطور که شما اینجا نوشته مستقل معنیش یعنی از همه چیز مستقل، این درست نیست. خب حال اشکالمو دارم میگم. بله اجازه آقا اجازه بده من عرضم تا آخر بکنم بعد جواب بگیرید. بعد که موافقت میاد جواب میده. قرار شد یک موافق بیاد جواب بده آقای طاهر. اجازه من تا آخر بگم. پس یکی مستقل به نظر من اگر بر فرضم بخواید بگید از قوه مجریه و قوه مقننه جداست باید تصریح کنید مستقل از قوه مجریه و مقننه. بله. این یک من این مخالفم با لفظ مستقل. یکی همینجا قوه قضاییه قوه است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده‌دار تحقق عدالت بخشیدن هم نمیخواد تحقق عدالت از طرق زیر است. برای که تمام اینهایی که زیر هست مقدمه تحقق عدالته. راه های عدالت اون نکته رو که من همه اینا مربوط به عدالت نفرمودید. آقای فارسی مطلب تازه‌ای نبود، همین بودی. بله
این اصلاحی که جناب علی به عمل آوردین تغییر نمیده مفهوم رو، یعنی بازم اگر اون جمله علی هست رو میرسونین هم هست رو میرسونین، عهده‌دار یا عهده‌دار وظائف زیره است، یعنی غیر از این وظیفه نداره. این برای که نوشتیم عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت و انجام وظائف زیره است، بنابراین عطف کرده ایم که میتونه چیزای دیگه رو بیاره. نکته این بود که حالا اون که بفرمودی اگر آیون نظری ندارن در زمینه این عبارت، حالا میپرسیم آقای مکارم جناب علی در زمین است که باز همون عدالت رو با انجام امور زیر مقابل هم انداختید، با این که انجام امور زیر طریق عدالت، عدالت رو بیاریدش جلو تا اینکه این مشکل هست. نه عدالت الان بقید عدالت ببرید جلو، نه جلو، جلو اون عبارت قبل. اون حقوق فردی و اجتماعی و اقتدار حقوق عدالت. اگه بخوایم بنویسیم اینطور میشه پس قوه قضاییه قوه‌ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و عهده‌دار تحقق بخشیدن به عدالت است و وظایف زیر را بر عهده دارد. بله. عهده نداریم. می‌ذاریمش مسئول تحقق بخشیدن. از من ضامن عدل اجتماعی نیست قوه قضاییه. چرا؟ می‌رسیم به ضامن عدل اجتماعی و فردی و عهده دار تحقق بخشیدن به اهداف زیر. که چطور؟ از این ضمانت مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار انجام امور زیر. خوبه مسئول. بندم کردمش مسئول. مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، به عدالت است و وظایف زیر را بر عهده دارد. وظایف نه منظور آقای این است که بله اشکال نداره عهده دار امور زیر است این داره. بفرمایید آقا. اجرای قوانین موضوعه که نه داخل در تعدیات است، نه تظلمات است، نه کشف جرم است، نه تعقیب و مجازات مجرمین است، یعنی یه چیزی جدای از اونا دیگه چیه؟ کدوم میفرمایید؟ نظارت. این سه نظارت بر حسن اجرای قوانین بود. آیا این چیزی غیر از کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرم؟ حل اجازه بدید. غیر اون هست. تعدیات غیر از این چیه؟ پشتیبان حقوق اجتماعی. پشتیبان اجازه. اینا رو باید یعنی غیر از اونها این نظارت چی براش میمونه؟ کشف جرم مجرمه یا مثلا تعدیات برمیگرد به همین آن برای که مجرمه هم برای همین مجرمه باقایی باید موافق جواب بدی با جناب عالی. وظایف زیر را بر عهده دارد. چه نوشتی؟ عهده‌دار وظایف زیر است. آقای یزدی. آقای تاری الان میان جواب بدن. آقای تاری خورم آدی. آقای یزدی. من یک تذکر جزئی داشتم که منتظر بودم اصلاح میشه یا نه. اینکه قوه قضایی قوه ایست مستقل این نیاز نیست، قوه قضایی مستقل است و جمله دنبال بشه. بله آقا. یکی اینکه قوه قضایی قوه ایست مستقل این نیاز نداره، قوه قضایی مستقل است و جمله به این صورت دنبال بشه. یک مسئله کلمه عدالت با همه اصلاحاتی که درش شد باز با توجه به بند دو که اقدام آقا اجازه میفرمایید صحبت میکنن. بله بله. با توجه به بند دو اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
این جز مسئله عدالت دیگری نیست، این هم در راه اومده هم در هدف اومده. یا باید اون کلمه عدالت بیاد پایین یا این بند باید اصلاح بشه. اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و استقرار و گسترش عدل و آزادی ها، یا اگر عدالت بالا قرار میگیره این بند اینجا نمیتونه بیاد. اصلا اینطور که ما کردیم دیگه اشکالی نیست. دقت کنید عبارتو، قوه قضاییه قوه است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. یکی از وظایف زیرش باز عدالت است. ببینید آقا اصلا این دیگه ضرر نمیزنه، چون این اونم گسترش عدالت هستن. ببینید به این ترتیب دیگه اشکالی به وجود نمیاره عبارت. اگر می نوشتیم از راه همون طوریست که می فرمایید. آقای خامنه‌ای این کلمه پشتیبان به معنای حفظ نیست. پشتیبان اینجا برای دادگستری مناسب نیست. در شق یک بند یک رسیدگی و صدور و حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات. تظلم و تعدی و شکایات مسائل کیفری هستند، جزایی هستند و وظیفه دادگستری منحصر به رسیدگی و صدور و حکم نیست. گاهی لزوم نداره حکم صادر کنه، تکلیف یه تکلیفی که قرار تعبیر میکنن صادر میکنه و یا یه دستوری میده که موقتا رفع ظلم میشه و رفع تعدی میشه، حکم هم نیست. و صدور و حکم برای فصل خصومات مناسب تره. از طرف تمیز و حقوق که در بند دو هست منظور همین حقوق خصوصی است، یعنی حقوق افراد هست که مناسب هست با فصل خصومات. بنابراین مناسب اینه که بگن فصل خصومات و تمیز و حقوق. تمیز و حقوق یه امر حقوقیه، یه امر مدنی، یه امر جزایی نیست. و اما تظلمات و شکایات که یکی هستن اشکالی نداره، اما و رفع تعدیات رو به صورت رفع تعدیات تعبیر کنن، برای اینکه مثلا در تصرف عدوانی دادگستری رفع تعدی میکنه. در بند سه حفظ قوانین درست نیست. تا 38 نفر که باشه میتونه. بله. دادگستری حفظ قوانین نمیکنه، حفظ قانون میکنه. یعنی دیوان کشور موظفه برای اون جایی که قانون در خطره و یک محکمه برخلاف قانون رأی داده و کسی هم اعتراض نکرده دخالت کنه و اون رو تمیز بخواد و قانون رو اصلاح کنه یا حفظ رفت. و حسن جریان اونها نظارت بعد بیاد، بعد حفظ قانون و نظارت بر اصول حسن جریان. قانون نداریم. آقای موسوی تبریزی نیستن؟ آقای دکتر قائمی درباره بندهای دیگر هم درباره این اصل 142 یعنی کلش. بله بله، کل اصل 142. چند نظر رو در اینجا دوستان فرمودن. من سر مسئله بند پنجمش بله این نظر دارم. به نظر من پیشگیری از وقوع جرم در اختیار سازمان قضایی نمیتونه باشه. قضات به دادگستری در این زمینه چه میتونن بکنن؟ معتقد هستم که پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌های عادی و کوتاه مدت وظیفه دستگاه‌های انتظامی اسم شهربانی و ژاندارمری و در برنامه‌های بلند مدت وظیفه سه سازمان میتونه باشه: آموزش و پرورش کشور، سازمان امر معروف و نهی از منکر که از طریق تبلیغات اقدام میکنه، به سازمان های مربوط به وسایل ارتباط جمعی که از طریق سازندگی مردم باید در این زمینه اقدام کنه. تنها کارش در این زمینه اصلاح مجرمین میتونه باشه که به صورت دار و تعدیل و از این قبیل اقدام. آقای طاهری جواب میدن. آقای دکتر زیایی. آقای طاهری عرض می کنم که اولا جلسه این بحث ها دوباره تکرار می شد و من پیشنهاد می کنم این ورقه سبزی که خدمت آقایون دادن اونو به رأی بگذارن و آقایون مطالعه بکنن، چون اون منظم تر است بقیده خیلی. در این حال به این لفظ شکایاتی که در اینجاست، شکایات ظاهرا اضافه است، باید حذف بشه. و در مورد پیشگیری جرم که جناب آقای دکتر قائمی فرمودن، این وظیفه دادگستری است برای بعضی از اماکن، چون
قدرت حاکم شرع را دارد، در حقیقت ناظر بر جمیع امور است. خواسته باشم بعضی اماکن فسادی برقرار بکنن، یا مثلا الان در قانون جهانی است که یک قاضی حق شرکت در کشتی ها ندارد، یعنی ولو به عنوان تماشاگر، برای اینکه ممکن است در اونجا جرمی واقع بشد و این نتونسته باشه جلوگیری کنه. در هر جایی که احتمال بده که اونجا ممکنه جرمی واقع بشد، وظیفه یک حاکم شرع است به انواع مختلف ولو متوسل شدن به قوه قهریه از قبیل نظامی انتظامی جلوگیری بکنه. آقای قائمی، در حقیقت این پاسخ شماست ها که دادستان یا بازپرس ببینیم آیا برای پیشگیری از مثلا یک جا بهش خبر میدن که الان اینجا ممکنه قتلی واقع بشه، هنوز جرم واقع نشده، ولی مقدمات و آثاری به چشم میخوره که اگر یک نفری را که داره تدارک قتل یک نفر دیگه رو میبینه بازداشتش نکنن، این ممکنه به قتل منتهی بشه. اینجا داریم یک بند براش درست میکنیم که این شخص بالاخره یه بخشی از وظایف او میشه دیگه. مثلا فرض کنید دیوانه یا یه چاروکشی الان در میان میدان افتاده، این وظیفه اولیه یعنی وظیفه قاضی است اولا که جلوگیری بکند به انواع مختلف. و اما مطلبی که جناب آقای مکارم فرمودن راجع به عرض کنم که چیز نظارت بر حسن جریان، این در دادگستری ها اصولا یک مقامای هستند که اینها باید ناظر بر حسن جریان باشن که در حقیقت تعبیر میشه از اونها به دیوان عالی کشور، نه اداره کل بازرسی کشور که از ناحیه شورای عالی قضایی تعیین میشن. اینها با عنوان این که ببینن این خوب انجام شد نشد، این سر ارز کنیم که مدعی را شیره مالیدن یا نه، یا دادش در آوردن، این یه وظیفه است. وظیفه اینها هم به عنوان وظایف به امور دادگستری است. و راجع به اشکال جناب آقای یزدی راجع به گستن ارز کنم که عدالت عام، احیاء حقوق عام، الان اگر یه قلدوری یا از هر کسی آمد اونجا خواسته باشد منابع طبیعی رو بگیرد، دادستان وظیفه دارد، یعنی اونها هم که از طرف دادستان هستن، برای احیاء حقوق عامه جلو این اجابات بگیرد. پس آقای دکتر زیایی به عنوان موافق فقط نشسته و همچین بله. آقای دکتر غفوری، آقای طاهری جواب بدن که ایشان میدن، فقط مسئله این است که آقای قدری بلندتر که این دوستان هم بشنون، اصطلاحات هست آقایان از نظر حقوقی، مسئله اقدامات تأمینی هست که آقای باهمی گفتن. اقدامات تأمینی یعنی مثل بهداشت که بعضی از اوقات ما نباید بذاریم بیماری پیدا بشه تا معالجش کنیم، قسمت عمدش تحت اختیار دادگستری است، به خصوص که پلیس قضایی و ضابطین دادگستری، ژاندارمری و شهربانی در خدمت اینا هستن، اینا در اصول بعد میان. بنابراین به نظر نمیرسه که از اصلاح عبارتی اشکال دیگه ای باشه و اون نظارت بر حسن جریان هم از وظایف واقعی دادگستری است، برای اینکه نگذاره ظلم در عدم اجرای قانون یا اجرای بد قانون به وجود بیاد تا بعد ظلمی به کسی بشه. فکر میکنیم که آقایون باید تصور این مطلب رو بکنن که دادگستری انشالله جمهوری اسلامی اون دادگستری سابق نیستش که منتظر باشه فقط بهش شکایت کنه، پناهگاه. و همونطور که آقایون مستحضرن، دادگستری اگر سالم و صحیح باشه تمام دستگاه ها خوب کار خواهد کرد. بنابراین این دادگستری با دیدی که نظارت عامه و پناهگاه اون باشه نگاه کنن و اینا اصول وظایفشه، در اصلاحی بعد هم تکمیل اینا خواهد آمد. خوب آقای طاهری، آیا برای شما دیگه چیزی باقی گذاشتن؟ غصب کردن حق شما را. بسیار فقط این قوی متقید قضایی آقای صافی خودشون یک توضیحی در پاسخ آقای منتظری فرستادن و اون این است که استقلال قاضی بر طبق مبانی اسلام عبارت از این است که قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل می کند
و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد او باید اون دستور را انجام بده. سمت او عبارت است از این که به دعوا رسیدگی کنه و با بی‌طرفی و استقلال کامل رأی بده. اون وقت این مقدار رو ایشون مرقوم فرمودن. حالا اونی که اضافه میشه آقای صافی اینه که برای اینکه این استقلال واقعیت و عینیت پیدا کنه باید یک مقدار از نظر قوانین شغلی و اداری و مالی زمینه‌هایی فراهم کرد. مثلا در برخی از کشورها قاضی حقوق معین نداره، بلکه واقع اون چیزی که نیاز داره بیت المال در اختیارش میگذاره، برای او وضعی فراهم میکنن که نیاز مالی او را به عدم استقلال نکشون. اگر عرض کردم، حالا من نخواستم بگم در اسلام نیست، مثلا شایعات در انگلستان اینجور نیست. نگفتم در انگلستان. اجازه بفرمایید آقا. اجازه بفرمایید آقا. حالا داریم میگیم درباره سمت قاضی، محل کار قاضی، گفته میشه که اگر قاضی الان اینجا داره قضاوت میکنه و خواستن سمت او رو تغییر بدن، یعنی بگن پاشو برو فلان شهر، در اینجا اگر خیلی راحت بتونن بگن برو به اون شهر، این ممکن است منشأی باشه و روزنه‌ای باشه برای اعمال نفوذ. یعنی این جلوتر بدونه که اگر این حکمو بده پیش بینی کنه، فوراً شهرش رو عوض میکنن. بنابراین باید بال زندگی همه رو به هم بزنه، پاشه بره ببینه محظوراتی داره براش، اون وقت میگوین استقلال قاضی رو حفظ کنیم، بگیم جا به جا کردنش به این آسانی نباشه مثل یک کارمند نصبشتی. قانون نمیشه بعد اینا، ولی امر میتواند که یک قیود و ضوابطی قرار بدهد، اما ما به طور قانون و حکم نمیتونیم. ما یه بار دیگه خدمت آقایون اینجا اینو عرض کردیم، مثل اینجا بود در اون جلسه گروه ها عرض شد که اون چه اینجا به عنوان قانون اساسی مینویسیم در حقیقت استنباط و منظم کردن و فرموله کردن همون چیزهایی است که والی باید انجام بده. یعنی اگر والی بخواد قاضیش مستقل بمونه میگیم باید این کارو بکنه. در حقیقت بسیاری از مسائل قانون اساسی از همین قبیله. یه این رو ما با یک روال بریم جلو. قاضی منصوب هست بالاخره از منصوب طرف منصوب که هست، بله. خب پس مستقل نیست، منصوبه. آقا علی کل حال که منصوبه، این الان میاد آقا استقلال که در دنیا هم میگن، مگه استقلال معنیش یعنی کسی حق نداره؟ نه آقا، این دیگه یک اصطلاحی است بیش از اون چه در سایر دنیا که میگن نیست. مختار نیست، مجبوری مختار نیست. عنوان غذا دیگه در غذا امن رأی ندارد، نظر ندارد، بنابراین من چه مستقل. خوب، با اجازه دوستان، جلسه ما الان با وقت نماز مغرب معمولا پایان میپذیره. انشاءالله صبح شنبه برای ادامه بحث و عصر شنبه هم جلسه علنی. انشاءالله عید خوش بگذرم.